با درود خدمت بینندگان و شنوندگان از مردم تیوی، خوبین، خوشین، سلامتین. ما اومدیم امروز برای اولین بار خودمونی جلو دوربین، یه زیر شلواری پوشیدیم و اومدیم جلو دوربین. دیدیم ما همش تیشرت میپوشیم، اینو میپوشیم، اون میپوشیم، استودیو رو درست کن، بهره سبز رو درست کن، اینا دیگه. دیدیم هوا خوبه ولی ابر دیگه، لامصب این بارون اروپا دیوانمون کرده. گفتیم بخوره شیک و مجلسی بیاییم بشینیم براتون صحبت کنیم. ابراهیم رئیسی هم کشتوندنش. ما ایرانی ها از زمان دایجان ناپلئون یه توهم خاصی داریم، یعنی هر اتفاقی که میفته میگیم کار جمهوری اسلامیه، کشتنش، بردنش. هواپیما دیدین وقتی داشت میرفت این دومش آبی بود، اون چیزی که پیدا کردن سفیده. خب هلیکوپتر دومش اینجوریه، این دوتا رنگ، اونی که دیدیم بعدن رنگ اینوریه بود، این از این. یه دونه قور شده توی بدنه، میگن شلیک کردن قبل اینکه این حرکت کنه، یکی شلیک کرده. حالا همه اینا به کنار، اپوزیسیون خارج کشور که من اصلا قبولشون ندارم، ببخشید، تو ایران هم کلن میخندن به کسایی که بیرون ایران دارن تصمیم میگیرن. یه عده شده نوندونیشون، میخوان معروف بشن، میخوان درآمد یوتیوبی کسب کنن، هم شده جمهوری اسلامی، مرگ جمهوری اسلامی، با من به ما به پیوندید، ما میزنیم زمین جمهوری اسلامی. یه سری هم که عشق معروفیت دارن مثل عباس جفرسون، همین امیر عباس فخرآور، که اولین نفر پاشد اومد گفت اسرائیل هلیکوپتر رئیسی رو زده، انتقام رو گرفته. اسرائیل که بابا نمیاد بگه ما زدیم، اسرائیل نزده، اسرائیل اصلا همون اول گفت کار ما نبوده، ولی ممکنه یکی شلیک کرده باشه. بعدم این بچه زرنگ دیگه، مثل جریان ایبیش که رفت عکس ترامپ رو با امضای ترامپ و عکس خودش رو با امضای ترامپ، نمیدونم چی بود، سفارش شد همه میتونن این کارو بکنن، اومد گفت ترامپ بهم زنگ زد گفت امیر بیا عکس کاخ سفید بگیر، دید گندش در اومد. اسرائیل هم گفت ما نزدیم، گفت بله، البته موساد با من تماس گرفت، گفت تو میتونی بگی، ما نمیتونیم بگیم چون درگیری پیش میاد. یه دم که به خاطر رضا پهلوی فوش میدن، مردم رو میزنن جلو، تظاهراتای دیگر رو میگیرن. یعنی کلن توی کشور ما، تو داخل کشور ما انقدر آدم باسواد هست، انقدر جوانای خوب هست که ماهایی که این ور آبیم باید بذاریم کنار، نباید بیاییم برای خودمون تصمیم بگیریم حکومت درست کنیم، به ما هیچ ربطی نداره. مردم میخوان با جمهوری اسلامی بسازن، میخوان یه حکومت دیگه بیارن، چون ماها نشون دادیم لیاقت اینو نداریم که بخوایم برای مردم تصمیم بگیریم. اولا لیاقتشو نداریم، دوما اجازهشو نداریم، فقط برای اینکه معروفیم و پول در بیاریم، این از این. ابراهیم رئیسی، من نمیدونم، حالا من ببینید حرفایی که من میزنم، نه کسی به هم گفته، نه از کسی حمایت میکنم، چیزی که اومده، ببخشید این آلرژی ما میخوره صدامون عوض کرد، چیزی که اومده تو ذهنم دوست دارم براتون بگم. به نظر من ممکنه کشته باشنش، چون ببینید کسایی که قرار بود رهبرشن یکی یکی رفتن کنار. مجتبی خامنه ای و معلومه دوست داره رهبرشه، چرا؟ چون عاقبت احمد خمینی رو دید بالاخره، حالا خودش درست اون موقع سنش کم بود ولی بالاخره تو دم و دستگاه بیت رهبریه دیگه، میدونه چی شده دیگه، میدونه که اگه خامنه ای بمیره 100% این دیگه یه چند سال دیگه ممکنه اینم بکشتون تنش به قول معروف. برای همین خب خیلی دوست داره رهبرشه ولی شرایطشو نداره، مجتهد نیست، حتی باباش هم مجتهد نبود، بعدن درست کردن. رئیسی هم میخواستن رهبر کنن، مجتهد نبود، یه هویی شبه شد آیت الله. حالا اینم شما نگاه کنین، کسایی که قبول رهبرشن یکی یکی یا مردن یا رفتن کنار، یا جاسوس از آب در اومدن، یا یه معاونی چیزی داشتن که اون جاسوس بود. شما نگاه کن شاهرودی صحیح و سالم یهو سرطان گرفت، چقدرم سری مرد. یکی قرار بود رهبرش آملی لاریجانی، آملی لاریجانی یهو توری اومد این همه فساد کرده بود، از اون ور از این ور به این گفتن تو بچه‌هات انگلیسن، از اون ور علی لاریجانی رو رد صلاحیت کردن،
اینم به کنار. بعد اینایی که میرن به کنار میذارنشون تو مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم حرف نزنن هم بگن آقا شما که مسئولیت داریم، مگه نه چیز مهمی نیست این مصلحت تشخیص مصلحت نظام، اصلا چیز مهمی نیست. اینم از این. یه دونه دیگه مونده بود علامه چیچی بود، اونم مرد. یکی دوتاشون هم سناشون رفت بالا، یکی همینه که الان شد رئیس مجلس خبرگان رهبری موحدی کرمانیه، 93 سالشه. پمپرزش میکنن، خیلی شیک میاد به عنوان رئیس میشینه. یعنی این بابا اگه خامنه ای امروز فردا بمیره، این بابا میخواد برای ما رهبر رو انتخاب کنه. فعلا اینو گذاشتن. حالا دو نفر موندن، رئیسی هم که دیگه رفت کنار، الان مجتبی خامنه‌ای فقط یه نفر هست که ممکنه زورش بهش برسه، از نظر اجتهاد نمیگم، از نظر فامیلی میگم، سید حسن خمینی. فقط ممکنه حسن خمینی باشه که بتونه زورش به این برسه. حالا این حسن خمینی هم یا یه جورایی یه قولی بهش میدن که تو بیا میشی رئیس جمهور، مثل رفسنجانی و خامنه‌ای، یا اینم یا یه سکته‌ای میزنه، تروری میشه، چیزی میشه، اینم میره کنار، میمونه کی؟ مجتبی خامنه‌ای. به نظر من اگه واقعا اگر اینا همه اگر، اگر واقعا این بابا رو کشته باشن که امکانش هست، چون من نمیتونم باور کنم، هلیکوپتره، به قول خودشون ما میگن ما گنده منطقه ایم دیگه، هلیکوپتر گنده منطقه اینقدر راحت بره بالا و سقوط کنه، بعد میگن مشکلی نداشته، هلیکوپتر تو مه همه چیش قطع میشه سقوط میکنه. خب اون دوتا چرا سقوط نکردن؟ بعد این سه تا با هم رفتن جلو، چطور اون دوتا نمیدونن این کجاست؟ یعنی هیچی به هیچی جور در نمیاد. برای همین من احساس میکنم کشتنش. بعد اول لپتاپ ترکیه، پهپاد ترکیه ای این منطقه رو پیدا کرد، اینا دیدن زاویه شد و گنده منطقه یه دونه پهپاد نداره، یعنی اینا رو پیدا کنن، گفتن ما پیدا کردیم. بعد فهمیدن سه تا موتور سوار زودتر رفتن اونجا فیلم گرفتن، یه رئیسشون اومد گفت به ما دستور دادن که فیلم ها ریزه نداریم پخش کنیم. امروز صبح فیلم پخش شد، فیلمو نشون دادم که کیا افتادن. اولا گفتن اینا انقدر سوختن که هیچی ازشون نمونده، دو تاشون تا حالا سالم بودن، اون آل هاشم کیه، اونم که کفنو باز کردن اصلا ریشش هم یه کز نشده بود، سه تاشون سالم بودن. حالا خنده داریش اینه، این چیزای مال سلطنت طلب هم اومدن گذاشتن که مردان همیشه در میدان، سه خلبان سرهنگ خلبان قبل اینکه هواپیما، بعد اینکه هواپیما بلند شد، اینا با چتر نجات پریدن با این هواپیما رو منفجر کردن، در نتیجه اونا فرار کردن و قهرمانان وطن نام گرفتن. میگم این توهم تا کجا؟ هم دارن روی این جریان مانور میدن. آره، یعنی هلیکوپتر همچین جوری هم مثل اینکه نسوخته بوده، یعنی چرا لباساشون سوخته بود ولی نه اونجوری که نشناسن. فیلمش هست، من نمیتونم بذارم چون یوتیوب گیر میده. در هر صورت اگه کشته باشنش، 100% کار بیت رهبر ایرانه، مخصوصا مجتبی خامنه‌ای که میخواد رهبرش. حالا این نظر من بود دیگه، تو کامنت ها بنویسین ببینیم داستان چیه. بچه ها کمک کنین، سابسکرایب کنید، حمایت کنید، یه لایک کنید، لایک رو که بلدین دیگه، این قلبه رو بزنیم ببینیم داستان چی میشه. بعد نمیگذره، من طنز کار میکنم و میگم، میخندیم، حال میکنیم. امروز ببین تیپ مشتی اومدم براتون، تیپ هزولایی زدم، گفتم به جریان رئیسی بخوره، چقدرم راست میگه. باشه تا بعد دیگه، بدرود.